درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. سخنگوی سازمان انرژی اتمی در واکنش به تصویب قطعنامه علیه این کشور در شورای حکام گفت تهران در مقابل فشارهای سیاسی کوتاه نمی آید. دیوان عالی کشور حکم اعدام محمد خضرنژاد را تایید کرد. گروهی 12 نفره از نمایندگان کنگره آمریکا از بایدن خواستند برای لغو حکم اعدام توماج صالحی به جمهوری اسلامی فشار بیاورد. در حمله اسرائیل به اردوگاهی در غزه دست کم 37 تن کشته شدند. صدراعظم آلمان گفته است که مجرمان جدی حتی اگر از افغانستان یا سوریه آمده باشند باید از این کشور اخراج شوند. و 7000 مأمور برای تحویل حجاب اجباری در سواحل شمال ایران مستقر می شود. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز پنجشنبه 6 ماه جون 2024 میلادی برابر است با 17 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. بعد از تصویب قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره برنامه اتمی ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نماینده ایران در این نهاد این اقدام را فاقد هر گونه توجیه فنی و قانونی خوانده و هشدار داد که این امر بر جبهه مثبت لازم برای همکاری بیشتر میان ایران و آژانس اتمی تاثیرگذار خواهد بود. محسن نظیری اس بار دیگر با تاکید بر ادعای صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران، سه کشور اروپایی پیشنهاد دهنده این قطعنامه را مسئول هر گونه عواقبی دانست که به گفته او از صدور این قطعنامه علیه جمهوری اسلامی نشأت گرفته خواهد شد. نماینده ایران همچنین مدعی شد که اخراج برخی از بازرسان آژانس اتمی از این کشور در توانایی آژانس برای نظارت بر راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران خلالی وارد نخواهد کرد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم شامگاه چهارشنبه صدور قطعنامه علیه این کشور در شورای حکام را اقدامی غیر سازنده خواند و گفت که جمهوری اسلامی در مقابل فشار کوتاه نمی آید. حسین شریعت مداری، نماینده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، در روزنامه کیهان از دولت جمهوری اسلامی خواست در واکنش به تصویب قطعنامه سه کشور اروپایی علیه برنامه اتمی ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه بازرسان این آژانس را از ایران اخراج کند. این چهره دستگاه امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای توجیه این درخواست خود گفت که بازرسان آژانس گزارش‌های غیر واقعی و مغرضانه دادند یا گزارش‌های آنها در تصمیم شورای حکام آژانس بی‌تأثیر بوده است. دیوان عالی کشور حکم اعدام محمد خضرنژاد، روحانی اهل سنت بازداشت شده در اعتراضات 2 سال پیش ایران را تایید کرد. مامستا خضرنژاد 2 ماه بعد از مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد که به اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران منجر شد، همراه با فرزند خود در محل زندگیش در شهر بوکان در استان آذربایجان غربی بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان ارومیه در حبس است. این روحانی کرد زمان کوتاهی پیش از بازداشت در آینه خاکسپاری پیکر اسعد رحیمی که یکی از معترضان کشته شده در رویدادهای بوکان بود سخنرانی کرده بود. دادگاه انقلاب ارومیه پاییز سال گذشته آقای خضرنژاد را به اتهام افساد پلارض، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به اعدام همراه با 16 سال حبس اضافی محکوم کرده بود. نزدیکان محمد خضرنژاد اخذ اعترافات اجباری زیر شکنجه های شدید از این روحانی و گزارش وزارت اطلاعات حکومتی را اساس حکم صادره از سوی دادگاه ارومیه دانسته و تاکید کرده بودند که روند محاکمه او عادلانه نبوده است. این منابع گفته بودند که این روحانی کرد فاقد وکیل بوده و در نشست‌های کوتاه دادگاه که تنها 4 جلسه بود از خود دفاع کرد. گروهی 12 نفره از نمایندگان کنگره آمریکا
در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اعتراضات زن زندگی آزادی و همراهی توماس صالحی با این اعتراضات از بایدن خواستند برای لغو حکم اعدام این رهبر زندانی و توقف کشتار معترضان ایرانی به جمهوری اسلامی فشار بیاورد. این نمایندگان که از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات هستند در این نامه از آنها خواستند محمد رضا توکلی و مرتضی براتی قضات پرونده توماس صالحی و سایر مقامات جمهوری اسلامی که در شکنجه و صدور حکم اعدام علیه این رهبر معترض نقش داشتند تحریم شوند. در این نامه نمایندگان با اشاره به جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و خیزش سراسری پیامد آن گفتند که توماس صالحی که به صدای بارز این حرکت اعتراضی بدل شد بعد از خواندن ترانه‌های اعتراضی از جمله ترانه فال به اتهام افساد پل ارز بازداشت شد و به دست قاضی مرتضی براتی به زندان محکوم شد. این نمایندگان در پایان نامه خود از جو بایدن خواستند که از تمامی ابزارهای موجود برای محکوم کردن حکم اعدام توماس صالحی و پاسخگو کردن مقامات دخیل در آن استفاده کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز پنجشنبه 17 خرداد ماه اعلام کرد که شورشیان حوثی یمن که تحت حمایت حکومت ایران هستند از موشکی جدید با سوخت جامد در زرادخانه تسلیحاتی خود رونمایی کردند که از جنبه‌های شبیه موشکی است که قبلا جمهوری اسلامی ایران نمایش داده و مافوق صوت توصیف کرده است. حوثی‌ها این موشک جدید را که آن را فلسطین نامگذاری کردند روز دوشنبه به سمت بندر ایلات در اسرائیل شلیک کردند و بعد از آن آژیرهای حمله هوایی به صدا درآمد، اما گزارشی از خسارات یا تلفات منتشر نشده است. اسرائیل امروز پنجشنبه ساختمان مدرسه‌ای تحت اداره سازمان ملل را در غزه هدف قرار داد که به گفته ارتش اسرائیل محل استقرار یک مجتمع گروه افراطی حماس بوده است. مقامات بهداشتی در غزه اعلام کردند که در این حمله ارتش اسرائیل که بامداد پنجشنبه 17 خرداد ماه به یک پناهگاه در مرکز باریکه غزه انجام شده دست کم 37 تن از جمله 5 کودک کشته شدند. پناهگاه واقع در اردوگاه نصیرات در مرکز غزه که پیشتر مدرسه بود از توی اونروا آژانس امداد سازمان ملل برای فلسطینیان اداره می شود. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در دور تازه عملیات هوایی و زمینی در مرکز غزه به یک مجتمع که نیروهای نخبه گروه افراطی حماس و همچنین اعضای شاخه نظامی سازمان جهاد اسلامی فلسطین در آن بودند حمله کرده، زیرا خطر فوری محسوب می شدند. رئیس جمهور آمریکا و رهبران 16 کشور دیگر که شهروندان آنها گروه گروگان حماس هستند در بیانیه مشترکی از این گروه افراطی خواستند که با توافق آتش بس و معامله آزادی گروگان ها موافقت کند. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که رهبران این کشورها در بیانیه مشترک با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وضعیت گروگان‌ها از آتش بس و تبادل گروگان‌ها که اکنون روی میز است کاملا حمایت می‌کنند. این بیانیه همزمان با سفر جو بایدن به اروپا منتشر شده است. در این بیانیه با تاکید بر اینکه دیگر فرصتی نمانده و اسرائیل آماده برداشتن گامی به جلو برای دستیابی به توافق در این مقطع سرنوشت سازی است، از حماس خواسته شده که گام مشابهی بردارد. بینندگان هشمند، در این لحظه توجه شما را به پیام های بازرگانی می کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم.
آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7 روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه به کشورهای غربی در خصوص واکنش مسکو به ارسال تسلیحات دوربرد به اوکراین برای حمله به خاک روسیه هشدار داد. پوتین در کنفرانس خبری با خبرنگاران خارجی در پترزبورگ تاکید کرد وقتی کشورهای غربی موشک‌های دوربرد در اختیار اوکراین قرار می‌دهند تا به عمق خاک روسیه حمله کند، روسیه هم می‌تواند چنین تسلیحاتی را در اختیار کشورهای دشمن آنها قرار بدهد. هفته گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داد که آمریکا و آلمان به اوکراین اجازه دادند از تسلیحاتی که آنها در اختیار این کشور قرار دادند برای هدف قرار دادن اهدافی در داخل خاک روسیه استفاده کند. شرکت امنیتی بریتانیایی آمبری اعلام کرد که یک کشتی فلبر متعلق به یونان هدف حملات حوثی‌های یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند قرار گرفته است. این کشتی در حال حرکت به سمت شمال دریای سرخ بود. شرکت آمبری روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گزارش داد که گیربکس‌های کشتی در 118 مایل دریایی شرق ماساوا در اریتره متوقف شدند. این کشتی از بندری در هند به مقصد سوئز در مصر در حال حرکت بود. آمبری افزود حمله به این کشتی با حمله ای که از توی حوثی‌های یمن اعلام شده مطابقت دارد. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن روز چهارشنبه اعلام کرد که این گروه یک عملیات نظامی را با هدف قرار دادن 3 کشتی در دریای سرخ و دریای عرب انجام داده است. اولاف شولتز صدراعظم آلمان امروز گفته است که مجرمان جدی حتی اگر از افغانستان یا سوریه آمده باشند باید از این کشور اخراج شوند. شولتز این اظهارات را بعد از آن ابراز کرده که قتل یک افسر پلیس از سوی یک پناهنده افغان در شهر مانهایم واکنش‌های گسترده‌ای را در این کشور به دنبال داشته است. شولتز همچنین گفته است که بزرگداشت از اقدامات تروریستی برخلاف تمام ارزش‌های آلمان است و در آینده ممکن است که پناهندگان دخیل با مجازات اخراج مواجه شوند. آلمان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 اخراج پناهجویان افغان را متوقف کرده و همچنین پناهجویان سوری هم از آلمان اخراج نمی شوند زیرا سوریه به دلیل جنگ داخلی طولانی امن تلقی نمی شود. ششم ماه جون سال 1944 روزی که به روز دی مشهور است، نیروهای متفقین برای آزادی فرانسه از چنگ آلمان هیتلری در ساحل نورماندی فرود آمدند. این یکی از بزرگترین عملیات نظامی آبی خاکی تاریخ محسوب می شود که سرآغاز شکست هیتلر در جنگ جهانی دوم بود. در 82 سالگرد این نبرد، سران کشورها و دولت‌های مختلف از جمله جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه، اولاف شولتز صدراعظم آلمان و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین یاد این روز را گرامی می‌دارند. چارلز سوم پادشاه بریتانیا و نمایندگان خاندان سلطنتی هلند هم در این مراسم حضور دارند. برخی از کهنه سربازان قدیمی هم برای این جشن راهی نورماندی شدند. این جشن که از روز سه‌شنبه 5 جون آغاز شد 3 روز ادامه خواهد داشت. قایب بزرگ این بزرگداشت
روسیه از ستون‌های اصلی جبهه ضد هیتلری در کنار آمریکا و بریتانیا و سایر کشورهای غربی است که امسال به دلیل جنگی که علیه اوکراین به راه انداخته به مراسم دعوت نشده است. همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها بر سر ارسال بالون‌های حاوی مدفوع و آشغال از سوی کره شمالی به کره جنوبی، یک گروه از کنشگران در کره جنوبی فلش‌های حاوی آهنگ‌های خواننده‌های جوان محبوب در کره جنوبی را به با بالون به کره شمالی فرستادند. این گروه از کنشگران در کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کردند که بالون‌های بزرگی پر از دلار، فلش‌های موسیقی در سبک کی‌پاپ و اعلامیه‌های انتقادی از کیم جونگ اون را به سوی مرز با کره شمالی به پرواز درآوردند. دولت پیونگ‌یانگ هم تهدید کرده که در پاسخ به این اقدام بالون‌های زباله بیشتری را به آن سوی مرز خواهد فرستاد. گروه فعالان غیر نظامی در کره جنوبی به رهبری پارک سانگ هاک، یک شرفنده گریخته از کره شمالی، روز پنجشنبه توضیح داد که 10 بالون را از یک شهر مرزی به سوی آسمان کره شمالی روان کرده است. گروه آقای پارک با نام جنبش مبارزان راه کره شمالی آزاد عمدتاً افرادی هستند که شرفنده کره شمالی بوده و از میهن خود فرار کردند. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه شلاق زدن دست جمعی 10 تن در افغانستان را محکوم کرد و از مقامات طالبان خواست که به این عمل پایان بدهند. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما گزارش داد که حدود 63 تن از جمله 14 زن روز سه‌شنبه در ورزشگاهی در ولایت سرپل در شمال این کشور در ملای عام شلاق زده شدند. این هیئت در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد گفت یوناما بار دیگر مجازات بدنی را محکوم کرده و خواستار احترام به تعهدات بین المللی حقوق بشر است. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان افغانستان و بعد ماه امسال اعلام کرد که حکومت او اجرای تفسیر خود از قوانین شرع اسلام از جمله شلاق زدن زنان در ملای عام و سنگسار برای مجازات روابط نامشروع را از سر می گیرد. بیرنده برای عشمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه‌ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilawgroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. در کلینیک استوکهلم دیسواز زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی‌نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر،
شفافسازی و جوانسازی صورت، بوتاکس های درمانی، آزمون سازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسپاز تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. هیئت نظارت بر مطبوعات در آستانه برگزاری انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری ایران دستورالعملی درباره انتخابات سال 1403 منتشر کرده که در آن برای تخلف کنندگان از بخشی از این دستورالعمل همانند دستورالعمل‌های قبلی این هیئت 74 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است. در دستورالعمل هیئت نظارت بر مطبوعات ایران که روز پنجشنبه منتشر شده آمده که انتشارات محتوا برای تحریم و کاهش مشارکت در انتخابات و نیز برگزاری هر نوع تجمع اعتراض‌آمیز بدون مجوز، اعتصاب و تحصن مصداق محتوای مجرمان است. در این دستورالعمل همچنین آمده که بر اساس بند 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری تمامی رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در صورت وقوع این تخلف باید پاسخهای نامزدهای مزبور را سریعا منتشر کنند. قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای یک مجری و بازیگر خبر داد. برخی رسانه ها متهم را حسین پاکدل معرفی کردند و استوری اخیرش را به ابراهیم رئیسی، قاسم سلیمانی و نحوه مرگ آنها نسبت دادند. روز پنجشنبه 17 خرداد ماه دادستانی تهران اعلام کرد که برای یک مجری و بازیگر پرونده قضایی تشکیل شده که دلیلش انتشار مطلبی در جهت برهم زدن امنیت روانی جامعه، توهین و حتاکی است. حسین پاکدل در استوری اینستاگرام خود بدون نام بردن از رئیسی یا سلیمانی نوشت مطبخ سیاست از مردان پخته استیک لاستیک می سازد، از مردان پخمه کتلت مخصوص رژیم. جانشین فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی از حضور 7000 نیروی پلیس در سواحل شمال کشور خبر داد که به گفته او قرار است کنترل سواحل و تفرجگاه ها و ایجاد نظم در این مناطق را بر عهده بگیرند. به گفته قاسم رضایی قرار است که این 7000 تن به طور مستقیم در سواحل شمالی کشور مستقر شوند. وی همچنین هشدار داد که با آغاز فصل گرما با هر گونه هنجار شکنی در سطح سواحل برابر با قانون برخورد جدی صورت می‌گیرد. این فرمانده انتظامی در این حال گفت که فشار این تعداد پلیس بر شهروندان هم شامل زنان و هم شامل مردان می‌شود و افزود هر کسی که هنجارهای قانونی مانند حجاب را رعایت نکند جرم مشهود است و وظیفه انتظامی این است که این مسئله را مدیریت کند. بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با من همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی براتون آرزو میکنم.